آره، بالاخره با خانواده معروف بورانم هم صحبت شدی. چطور بود؟ هرچقدر فاروق عصبانی می شد از ما هم مثل تنبک باد می کرد. امشب آروم شدی ها؟ آره پسرم، دست درد نکنه. خواهش می کنم. پدرمونم فقط بچه زاییده ها، دمش گرم. همشونم خدا رو شکر تو ناز و نعمت بزرگ شدن. باید ببینیم وقتی دستشون تنگ میشن بازم سفرهشون انقدر پر زرق و برق میشه یا نه. اون بیچاره ها چه گناهی کردن؟ گناه پدرشون رو از کجا بدونن؟ آره درسته، شاید ندونن، ولی از قدیم گفتن بچه ها تاوان پدرشون رو پس میدن. من تاوانم رو پس دادم، حالا نوبت اوناست. عزیزم، رو در رو شدیم، هرچی لازم بود ببینیم و دیدیم، تمومش کن دیگه. نه، حالا بیشتر هم دیگر رو میبینیم. تا وقتی که اونا زمین بخورن به ضربه زدن ادامه میدن. از این به بعد اینجا خونه ماست. تو هم اگه اینو قبول کنی خوب میشه. میز شامی که هر شب میشستی، مبلی که روش قهوه میخوردی، پله هایی که آروم آروم ازش بالا میرفتی، خونه شلوغی که هر شب منتظرت بودن و همش امشب دیدم بابا جون. عجب خونه زندگی. حسابی خوش گذروندی ها. هرچقدر که نبودنتون رو اذیت کرده، بودن منم صد برابر بیشتر عذابشون میده، قسم میخورم. آه فیزی رفت، دیدم دوباره آتیش گرفتم.